شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر عزیز. سلام، بفرمایید. اول از همه بگم که خیلی دوستتون دارم، عاشقتونم. اینو بگم که اگه فرصت نشد دلم نمونه. پس اگر بعدن حکمی بر هر چیزی از دیوانگی و جنون اینا من دادم، همه میدونن چرا. من همه چی رو قبول دارم آقای دکتر، هر چی شما بگید همونه. بسیار خوب، بنابراین پس حرف اونو زدیم. پس بذار من با شنونده عزیز بعدی گفتگو کنم. نه خواهش میکنم. آقای دکتر، من از کانادا تماس میگیرم. 46 سالمه، همسرم 48 سالشه، دو تا فرزند داریم، یه دختر 13 ساله دارم، یه پسر 11 ساله. تماس گرفتم در مورد دختر 13 سالم. نه هنوز سال دارم، چه مدتی کانادا تشتوری؟ تقریبا 10 سال و نیم، 11 ساله. من بفرمید شما هر رو چی خوندی، چه میکنی؟ من ریاضی خوندم ولی تو کار کامپیوتر هستم. اینجا هم کار نتورک انجینیرینگ میکنم. همسرم هم الکترونیک خونده ولی ایشون هم تو کار کامپیوتر همین کار سیستم انجینیرینگ میکنم. از اعضای خانواده و فامیل هر کدام از شما کسی در کانادا هست؟ نه کسی رو نداریم. خب چه خبر است و موضوع چی؟ خبر این که من دیر شب این بحث قبلا با دخترم پیش اومده بود، منتها من سری قبل عکس‌العمل خوبی نشون نداده بودم و قطع شده بود، ولی دیشب حواسم جمع بود که اجازه بدم که همه حرفشو بزنه و در مورد اینکه آدما بایسکشوال میتونن باشن با من صحبت کرده بود. از من پرسیده بود که میدونی همچین چیزی میشه؟ گفتم نمیشه که، باید یا به دختر آدم تمایل داره یا به پسر، هر جفتش. من خودم با اون فهم کردم که مثلا یه نوع انحراف جنسی میشه، نمیشه که اینجوری باشه. که این دفعه خیلی از دست من ناراحت شد که تو اصلا خیلی آدم چیزی هستی و نمیفهمی این چیزا رو، با من حرف نزده بود. دیشب دوباره شروع کرد بحث همین چیزا رو پیش آورد، ولی من خیلی آروم بودم و باهاش همراهی کردم و به من گفتش که آره من بایسکشوالم. و یعنی دختر 13 ساله؟ بله. من حالا من و پدرش هر دو موندیم و فکر کردیم که اوکی، این شاید مثلا فقط اینا رو همین جوری میگه یا اینکه نه حالا بیاد یه کار دیگه. نه اصلا نه، الان بحث ما راجع به موضوع هست. به من بفرمایید حرفایی که به شما میزد چی بود؟ و شروع کرد از من پرسیدن که تو مثلا شده که مثلا اموشنانی به از یه دختر خوشت بیاد، و من بهش میگفتم اگه مثلا فکر این که باهاش مثلا یه پسر بهش نگاه کنم نه. بعد میگفتش که مثلا یعنی هیچ وقت نشده که دختری بودم، چرا من مثلا یه دختر خوشگل رو میبینم خوشم میاد، خوش هیکل باشه خوشم میاد، زیبایی رو دوست دارم، فرقی نمیکنه، پسر خوش تیپم ببینم خوشم میاد. و اینکه چه چیزی همینجا بیستید. شما ممکنه یک اتومبیل زیبا هم ببینید خوشتون بیاد، یه ساختمون، یک فرض کنید لباس، یک اتاق خواب، اتاق نشیمن. بنابراین این موضوع خیلی مهمه، مسئله همجنسگرایی، دو جنسی بودن، اینا اصلا به مسئله خوش آمدن و لذت بردن و زیبا دونستند و میل به تماشا و حتی نزدیک شدن، اینا هیچ ارتباطی با هم ندارن. یعنی میخوام اون توضیحی که شما دادید بسیار بسیار درسته. که بعدم در خصوص اینکه شما به عنوان یک مرد یا به عنوان یک زن از یه مردی، اگر مردید، از یه زنی به عنوان زن، از هر جهتش، از جهت ظاهرش، زیباییش، بدنش، اندامش،
هرچی خوشتون بیاد، اینا ما رو تو اون چارچوب همجنسگرایی یا بایسکشوال دو جنسی رو اصلا نمیبره. یعنی اینها یه متاسفانه مثل اشتباهی مونه که من برگردم بگم من لس آنجلس رو دوست دارم، یکی فکر کنی که مثلا میخوام با لس آنجلس من ازدواج کنم. میدونید یعنی اینقدر خام و بی‌معنی است. یعنی اول واقعا این تفکیک بسیار مهمه. چرا خواستم ببینم دخترتون چی میگه؟ و خوشحالم اون توضیح دادید. حالا چند روزه به کجا رسید کاری ندارم، ولی در حالی که دلم میخواد پرسش و پاسخهای شما رو بدونم، بیشتر نگاه و نظر خودش رو میخواستم بدونم ببینم چه هست. درسته. من ازش پرسیدم که مثلا که تو میگی از یکی خوشت میاد چطوری خوشت میاد، مثلا میگی اگه دختری خوشم میاد، مثلا اینکه دوست داری باهاش ارتباط جنسی داشته باشی؟ و گفت نه نه ماما، اصلا این چیزا خیلی بر من زوده، من اصلا راجع به این چیزا فکر نمی کنم، من اصلا هیچ چیز نیستم. ولی اینکه مثلا ازش خوشم میاد، مثلا کراش داشتن به پسر من مثلا به دخترم شده که از یه دختری هست که خوشم میاد توی کلاسمون، و دوست دارم که مثلا دوست دارم ببینم تو منو ساپورت میکنی اگه من بایسکشوال باشم. پاسخ شما این است که تو هرچی باشی من تو رو سپورت میکنم. این بله، پاسخ منو کلیه پدرش باشی. بعد گفت پدر ما بابا فکر ولی اصلا اینا نمیکنم بایسکچوال هموسکچوال بودن نیست عزیز. اینا دقیقا هیچ کدوم من و اصلا پدرش کمچی هم به تعریف. این نتیجه رسیدیم که احتمالا این داره اشتباه برداشت میکنه اینو. نه ولی چند خواهی تا چیزه. طرفیم نه چند تا چیزه. اولا ببینید عزیز، تو این سن و سال بچه ها دنبال هویت و مهمترین هویت، من تو سی دی 13 تا 16 آوردم، مهمترین هویت هویت جنسی شونه و این اصلا براشون برخی از اوقات معنا نداره. بعضیشون اینقدر حساسن که من اگر یه بدن یا یه صورت، مثلا بدنه مهمتره بویژه از نظر برجستگی هاش، اون رو نداشته باشم من اصلا زن نیستم، من اصلا جذاب نیستم، و یا اصلا چه بهتره که نگم زنم، چه بهتره که اصلا وانمود کنم من پسرم. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم گرفتاری تینیجرا چیه. مورد اول چون هویت جنسی است، دوم هویت جنسی رو برمیگردن به چند اندازه دیگران منو میخوان و مخصوصا فیزیکی منو میخوان، در حالی که یه وحشتی دارن از رابطه فیزیکی و جنسی، ولی اون میاد اشکال و اختلال ایجاد کنه. سوم که مطمئنم دختر شما نیست، لطفا امیدوارم کسی هم اذیت نشه. من برخی از وقت وقتی فکر کنم پسر زشتیم یا دختر زشتیم، فکر میکنم بهتر این است که من از ماجرای جذب یا جذاب بودن برای جنس مخالف بگذرم، پس دنبال یه بازی و بهانه ای میگردم که شاید مثلا ای بسا، بدون که خودم متوجه باشم ریشهش اینه که من خودم رو زیبا نمیدونم، فرضم بر اینه که پس شاید من هم جنس گرام یا بایسکشوالم. مورد آخرش اینه که بچه ها این حرفا رو شنیدند و ضمناً مثلا فرضشون اینه که پدر مادر ما این چیزها رو متوجه نیستند، و یا تو صحبت های شما به اینجا رسیدن که متوجه نیستید یا واقعا نمیپذیرید، دلشون میخواد شما رو از این طریق ذهنتون رو باز کنن که بپذیرید. از همه اینا گذشته یه ترسی دارن از خودشون که شاید من اینگونه باشم یا یه روزی که ازدواج کردم بچه‌م اینجوری باشه، خب پدر مادر من چه میکنن؟ یعنی بیش از همه اون گمی و گیجی عزیز که در اصطلاح میگن lost and confused، ما بین معمولا 12 تا 18 میتونیم باشیم و این عادیه. به همین جاست که وقتی شما اشاره کردید که پاسخ شما به این که من چی باشم، هر چی تو باشی، دختر باشی، پسر باشی، همجنسگرا باشی، بایسکشوال باشی، تو فرزند مایی، فرزند ما هم میمونی، تموم شد رفت. مثل اینکه برگردی بگی مگر رنگ چشمم میدونم مشکی باشه، قهوه‌ای باشه، آبی باشه، شما من از خونه میندازید بیرون. نه، تو هر رنگ چشمی که داری هم برای ما قشنگه، برای که مال توئه و تویی. بنابراین اصلا موضوع رو به اون صورت نگاه نکنید، چون اصلا تو این سن و سال مخصوصا وقتی اون پرسش درستی که ازش کردید، مثلا تو میخواستی یا میخوای یه رابطه فیزیکی یا جنسی با یه دختر برقرار کنی و کاملا اون رو پس زده و انکار کرده، دقیقا نشون دهنده این است که اصلا مسئله به یک اعتبار هم جنس گرایی یا دو جنسی بودن یا بایسکشوال بودن اصلا متوجه نیست که عمق مسئله در اون کشش فیزیکیه، که حتی ممکنه یه مرد نسبت به یه زن یا یه زن نسبت به یه مرد نداشته باشه. خیلی هستن که به دلایل فیزیکی و دلایل روانی اونو ندارن، ولی اینا تقسیم بندیشون رو موجب نمیشه. نتیجتا دختر شما به نظر من اولا هرچی هست هست که قابل قبوله، دوم اینکه
به جهت گمی و گیجی در احساسش نسبت به انسانه. از طرف دیگه هم یه تمایلی مخصوصا تو این سن و سال بچه ها دارن که بیاد دست از این که اختلاف با هم داریم و متفاوتیم و یکی زشته و یکی زیباست و یکی چاق و یکی لاغره برداریم. یعنی یک اگر فرض کنید دنیایی باشه که مثل کور رنگیه که هیچکس رنگ رو تشخیص نمیده، چاقی لاغری تشخیص نمیدن، آدم نمیدونم درس خون فهمیده باهوش یا بیهوش تشخیص، وای چقدر دنیای خوبیه، چون بسیاری از بچه ها وحشتشون از این مقایسه و از این مسابقه هست. یعنی همه اینا میرزه روی سر و به قول معروف کول پسر و دخترهای ما بین 12 تا به ویژه 18 سالگی، و بنابراین کاملا پرسش‌های از این قبیل، ادعاهایی از این قبیل، تجزیه و تحلیل‌های از این قبیل هیچ معنایی به خودی خودش نداره و پاسخ پدر و مادرها این است که عزیز تو هرچی هستی برای ما قابل قبولی تمام، دوم خودت ببین که چی هستی، هرچی هم که تو اعلان کنی هستی ما با تو راحتی ما قبول میکنیم و اصلا برای ما هیچ معنایی نداره، تنها چیزی که مطمئنیم اینه که تو فرزند منی و این اول تا آخر ماجراست، همونطور که من پدر یا مادر تو هستم و امکان نداره تو پدر و مادر دیگری داشته باشی و یا اصلا برای تو معنایی داشته باشه. حالا هر جور که دلتون میخواد خوشحال میشم گفتگو رو ادامه بدید. درست، گفتارتون خیلی درسته آقای دکتر، خیلی میاد که مثلا در مورد همه چیز مثلا اگه بگم این دخترون است خیلی ناراحت میشه یا این پسرون است، میگه چرا فرق میذاری، چرا سکسیستی، چرا هی میگی این زنون است اون مردون است، یا همین راجب آدم ها خیلی دوست داره که همه چی رو مثلا قبول کنیم، همه رو همون جور که هستن. البته منم خیلی سعی میکنم که اینو درک میکنم و سعی میکنم که خیلی اصلا تا اونجا که میتونم نشون ندم اگه یه جایی هم حالا اختلاف نظری داریم، ولی خب خیلی توی این چیزاست. من اینکه میخواستم واقعا اینو مطمئن شم که توی این سن میتونه این تشخیص رو بده، ولی اصلا نداره. جنسی نیست. ببینید بچه ها، من به شما یه چیز بگم، شما کافیست یه دوستشو بیاره خونه، امیدوارم باز کسی رو اذیت نکنه، خیلی لاغر باشه یا چاق، اگه شما بگید مثلا بهش بگید دخترم این خیلی لاغر بود یا چاق بود، از اون عصبانی میشه، یعنی عصبانیتش در اون حدی که تو اصلا چرا دیدی که این لاغره یا چاقه، چرا دیدی و چرا گفتی. دقیقا همینطوری، اصلا دوست نداره راجع به کسی چیزی بعدی گفته بشه یا نشون بدین. این هست. و اینکه البته من هیچ چیز خاصی غیر از همین حرفاش هیچ وقت چیزی من جلب توجه برای من نکرده بود، غیر از اینکه بخواد بیاد پیشم و داشت مثلا سعی میکرد که بفهمه من چیم، که من میگفت تو پس از من یه سری سوالای میپرسی توی اینترنت و اینا که تو اینجوری اونجوری تا حالا شده اینجوری باشی، و من همه رو جواب میدادم که نه آره اینجوری، بس میگفت خب پس تو استریتی، تو چیز نیستی. یعنی داشت که مثلا میخواست بفهمه که حالا ما چیم، ولی من بایسکشوالم. گفتم اوکی خب باشی، فقط حرف تو این است که عزیزم اگر هستی، همونطور که بسیاری از اوقات آدما پول دارن یا ندارن مطرحش نمی کنن، یادت باشه به کسی هم مربوط نیست. علتش من عرض می کنم چیه، بیان این مسائل برخی از اوقات نه اینکه تو اون خط و راه می اندازدشون، شروع میکنن یه تصورات تخیلاتی برای خودشون درست کردن که اون برخی از اوقات میتونه در بلند مدت آزارشون بده و اذیتشون کنه، ولی عرض کردم بیشترشون وحشتشون، یعنی من چون با بسیارشون روبرو شدم یه دفعه آخر کار متوجه شدم متاسفانه مثلا با وجود که دختر بسیار زیبایی بوده، اما مثلا این پیام رو در عنوان یه دختر ایرانی تو امریکا شنیده که اصلا زیبایی نیست و زیبایی درست عکس همه ایناست. یعنی اگر فرض کنید برونزه هست، نه اون سفید و سرخ و سفید است که همه چیز هست و گفتگوهایی از این قبیل. و حالا به دلیل ترس از این که من اونگونه که همیشه بچه ها میخوان برخی از اوقات حتی اول باشن نیستم، پس اصلا چه بهتره که من بگم مثلا من دختر نیستم. خب حالا که چجوری میتونم بگم دختر نیستم، دختر که هستم خب خیلی راحت میگم لزبیانم، بنابراین پس دیگه هیچ کس انتظار از من نداره که دنبال مردی باشم و منم انتظار ندارم هیچ مردی دنبالم بیاد، پس من خلاص شدم. یعنی درست منی که قرار میخوام برم یه جایی منو بخرن، یه دفعه متوجه بشم که اصلا یه همچین خرید و فروشی مطرح نیست یا اصلا خریداری وجود نداره، آسوده و راحت بشم. یعنی از یک امتحان بیرون میاد، مثلا تو سن اگر شما نکنم گفتید 13 سالگی که ابدا نزید، بنابراین هر وقت هرچی گفت بگو، هرچی تو میگی
و تو هم هر وقت لازم شد من و پدرت رو کمک و راهنمایی کن که این موضوع رو بیشتر و بهتر بفهمیم. و بعدم آقای دکتر، بسیار از وقت خشم و عصبانیتشون اصلا وحشتناکه وقتی بینن ما یه حرفای از این قبیل میزنیم. دقیقا آقای دکتر، از من پرسید که من میتونم پس این با این دختر، این دختر رو ببینم، باهاش بیرون برم، با هم قرار بذاریم، چون تا حالا اصلا فقط تو مدرسه و تو کلاس. کدوم حتی دختره؟ مقصودش از دختر کن همون دختری که ازش خوشش میاد توی کلاسشونه، مثلا اون هیچ مشکلی نیست، مثلا هیچ گفت مشکلی مثلا من نیست. میتونم دیگه باهاش قرار بذارم، با هم بریم بیرون، و گفت مثلا ما راجبه مثلا با هم چی میگین، چه کار میکنین، گفت چی، مثلا راجبه کتاب، حرف کتابایی که خوندیم اصلا حرف کنجکاوی میزنیم، نکنید عزیز، اصلا مهم نیست مثلا جو میترس. جرفت. میدونی مثل چی مون عزیز؟ مثل که شما به من میگید که من میترسم دخترم اگه با دخترها یا پسرها بره بیرون یه دفعه برگرده من متوجه شدم این پسر بوده، من نفهمیدم، یعنی اینقدر بیمعنی است اصلا. شما حرف مهم جلو اصلا، یعنی اصلا این حرفا رو که میزنن فقط شما بگید علاقه نشون بدید که هرچی میخواد او حرف بزنه، بذارید او خودش رو حس کنه، احساس کنه، تخلیه کنه، ولی هیچ معنایی نداره، نه ضرری داره نه خطری داره، هر چه که هست. بنابراین چون هیچ چیزی مرتبط به این گفتار شما، رفتار شما اینا نیست، همینقدر که خاطرش آسوده بشه کوشش میکنه اون چه که حس میکنه، احساس میکنه، واقعی هست رو متوجه بشه، تا اینکه بخواد نمایشی بده برای شما یا جنگی را بندازه به خاطر شما. حتی تعجب نکنید، من بسیاری از بچه های جوان رو دیدم تو کار تراپی که اصلا میدونید از چی عصبانی بوده، بابای من چرا باید بره یه همچین مادر زشتی برای من بگیره، یا مادر من چرا باید بره یه همچین مردکی رو به عنوان پدر برای من بیاره که حالا من مثلا خجالت بکشم. مثلا آدم برگه از ما تو مبهوت میمونه که چی میگی آخه، میدونید بچه ها اینقدر حساسن برخی از اوقات، اینقدر. بنابراین تو این گونه موارد، چون الان مخصوصا تو این سن و سال مسئله اصلی و اساسی اون جلوه‌گری و نمایش دیگه، و بنابراین درست مثل کسی هست که باید بیاد رو صحنه و خودش رو نشون بده و نمایش بده و دیگران روش نمره بگذارن و بعدا ردیفش رو مشخص کنن که نه بسیار شماره یک یا دو یا سه هست، یعنی کاملا در یه همچین مرحله هستن. بنابراین کاملا خودتون آزاد و راحت بذارید و نگران هیچی هم نباشید، هرچی هم دلتون خواست که درست میدونید و نظرتون هست رو براش بیان کنید، ولی یادتون باشه کوچکترین تبعیضی که ما ایرانی هستیم، کانادایی هستیم، اونا سفیدن، اونا سیاهن، اونا بلندن، اونا کوتاه هستن، بچه های مانند دختر شما رو بسیار اذیت میکنه، ولی که حرف این است که همه هرچه هستن همونن و بهترینن و تمام شده رفت. و این نظر در تحلیل دقیق درسته، فقط آدم آگاه و دانا و سالم به این مرحله میرسه. اصلا اوج حرمت نفس، من همیشه چی عرض کردم، اوج حرمت نفس این است که من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم، من منم، تو توی توی. و این دقیقا حرفی است که دختر شما داره میزنه، ولی او الان این رو به دلیل آگاهی و درک و فهمش از برابری و یکسانی انسان نمیزنه، اون از طریق جایی که گیر افتاده و دائما باید مواظب ناخونش و لباسش و کفش و کیفش و اینا باشه، و یا احتمالا حرفایی بزنه که بقیه دخترها یا برخی از اوقات پسرها دوست دارن و یا درست میدن، اشکالش اونجاست که گیر افتاده که این موضوع برش مهم شده. ولی مرحله که معمولا بعد از دو سه سال میگذرونه یا از جلوه گری و نمایش در بیاد، بعدش متاسفانه مرحله بعدش بدتره، میشه خودخواهی و خواهش، یعنی حالا من اینا رو میخوام، حالا یالا برای من اینا رو همه رو فراهم کنید تو بدید، نوبتتون میشه، هنوز صبر کنید، سه چهار سالی وقت دارید. والا خیلی زود بزرگ میشن آقای دکتر، چشم به هم زدن داره همه اینا. آره من همیشه هر وقت چشم به هم میزنم یه ثانیه گذشته، حق با شماست. برای خوشحال شدم با تو صحبت. آقای دکتر خیلی خیلی ممنون، ممنون از راه نماییاتون، بازم دوستتون دارم، عاشقتونم. لطف ما از نکردم، اشکال داره به دخترتون اینو بگید دیگه تموم کارتون. میدونه میدونه اصلا میدونه که من چقدر دوستتون دارم، لطف ما خودشم میدونه، دائم گوش میکنم صداتون. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. خیلی متشکرم از برنامه خیلی خوبتون. من از کانادا تماس میگیرم و در رابطه با مشکلات خانوادگی میخواستم با شما صحبت کنم. بفرمایید. البته نمیدونم از کجا شروع کنم. مقصودتون از خانوادگی شما و همسرتون هست؟ همسر بله، و در مورد بچه ها. من متوجه هستم. شما چند سالتون؟
من 42 سالمه و همسرم 41 سالشونه. ایرانی هستن ایشون؟ بله. اوکی، چه مدتی از کانادا تشریف دارید؟ از 2017. و هر دو فرزند چندم هستید؟ من فرزند چهارمم از 5 تا، همسرم فرزند اول از 4 تا. اوکی، به من بفرمایید هر دو چی خوندی چه میکنی؟ همسرم حسابداری خونده و اینجا در واقع فعلا کار نمیکنه. من هم مدیریت بازرگانی خوندم تو ایران و اینجا بیزینس خودمو دارم. خب فرزند چی دارید؟ من یه ازدواج در واقع ناموفق داشتم که از اون ازدواجم یه دختر داشتم و همسر منم هم یه ازدواج ناموفق داشت که ایشون هم یه پسر داشت از ازدواج قبلیش. دختر قبلی شما، دختر شما از ازدواج قبلی چند سالشه؟ الان 19 سالشه. و با کی زندگی میکنه؟ با من زندگی میکنه، با ما زندگی میکنه. یعنی با شما اومده به کانادا؟ بله، از 3 سالگی دادگاه حضانتش رو به من داده. و اون وقت همسرتون ازدواج قبلی که داشتن فرزند چی دارن؟ ایشون یه پسر در واقع داشتن که با ما زندگی میکنن از در واقع از زمانی که ازدواج کردیم و ایشون یک سال از دختر من کوچیکتره که الان 18 سالشه. وقت شما از همدیگه فرزندی چند مدت از خودتون ازدواج کردید با هم؟ ما تقریبا 13-14 ساله. وقت فرزندی از همدیگه دارید یا نه؟ بله، دو تا دختر دوقلو داریم که 7 سالشونه. اون وقت فترنالند یا ایدنتیکالند، همیشه کمن یا متفاوتن؟ نه، در واقع متفاوت. نظر چهره متفاوتن ولی خب نه دیگه همینقدر، چون اگر چیز باشن، ایدنتیکال باشن، همیشه کمان باشن، عین همن، بنابراین همینقدر بله، یه ذره متفاوتن. پس فترنالن. بله، توی در واقع کیسای جدا بودن. نه حتما، خب همون دیگه میشه. حالا بنابراین خب شما میدونید یه چیزی درست کردید که در اصطلاح بهش میگن بلندد فامیلی. بله. مخصوصا وقتی که شما دخترتون و همسرتون هم پسرش رو با خودتون داشتید، دو تا بچه آوردید و واقعا بله. اون مثل بلندری که چیزا رو توش می‌ریزن همه رو خرد می‌کنه، یعنی باید بدونید بسیار وضعیت سخت و سنگین دارید. برای شما 4 سال قبل به یک اعتبار شیشتایی آمدید، میشه من بفرمایید که چرا قصد مهاجرت کردی و چرا همونجا با توجه به این شرایط شکننده نموندید؟ هرچند به حضورتون که دلایل زیادی داشت، من خودم هم میخواستم، همسرم هم میخواست و یکی از مهمترین دلایل شاید پدر و مادر بچه هامون بودن، یعنی بچه های دختر من و پسرخونده من، که در واقع اونها به نوعی اذیت میکردن ما رو برای ملاقات بچه ها، برای عزم به حضورتون که بخوان مثلا آنتریک بکنن بچه ها رو مقابل ما قرار بدن و ما به دلیل اینکه نمیخواستیم در آینده با مشکلات بیشتری مواجه بشیم، تصمیم گرفتیم که بچه ها رو برداریم و مهاجرت کنیم. خب اگر رضایتون رو نمیدارن که از ایران نمیتونستید خارجشون کنید؟ خب اون به نوع دیگه حل شد، اون در واقع به شکل دیگه درست شد. خب اگر چون ببینید خب این اوضاع رو اوضاع بدتر کنه، برای من این چیزی که فهمیدم منو تصحیح هم کنید، دختر شما و پسر همسرتون در زمانی که شما از همسر سابقتون جدا شدید بیشتر اوقات با شما مال خودتون گفتید با شما زندگی میکرده؟ بله، از 3 سالگی با من زندگی میکرده. خب اون وقت چه نقشی میتونست داشته باشه در برانگیختن دخترتون؟ بعد از یه مدتی در واقع شروع کرد به این که من میخوام ملاقات کنم، خودتون میدونید دیگه حساسیت خانم ها رو، و از طرفی همسر من ممکن بود که بخواد که مشکلی ایجاد بکنه همسر سابقم برای دیدن و ملاقات و
و اینکه دختر من اختلاف خیلی شدیدی با همسرم داشت، همسر فعلیم، و اینا همه دست به دست هم میداد که خب اتفاقات خیلی بدی ممکن بود تو ایران بیفته و اصلا بذاره بره، که چه بسا که توی ترکیه که ما حضور داشتیم یه چند ماهی این کارو کرد و به سختی من تونستم پیداش کنم. خب منم عرضم همین بود، حداقل ایران است، اون جامعه رو میشناسید، با قواعد و قوانینش آشنایید، همیشه رای برای حلش هست، خیلی حقی رو آنچنان به بچه ها و ادعاهاشون نمیدن. این بود که عرض کردم چوری جرأت کردید بیاد، ولی خب به هر حال این وضعیتی بوده که آمدید. بله. بعد به من بفرمایید در مورد پسر همسرتون چی؟ او با کی زندگی میکرده؟ از چه سنی جدا شدن اونا؟ بله، اون هم با مادرش بوده، اونم تقریبا سن 4-5 سالگی با مادرش بوده و تقریبا همسرم بعد از جدایی تقریبا بعد از یک سال با من آشنا شد. یعنی پسرشون تقریبا دیگه 5 سالشون 6 سالشون که بود دیگه من رو میدید، دخترم هم همینطور 7 سالش که بود دیگه مادرش رو میدید، مادر جدیدشون. نه متوجه هستم. خب حالا از گذشته بگذاریم که خیلی، یعنی اگر 100 تا خانواده به ترکیبی که شما فرمودید می بودن، من گفتم 90 تاش مسائل بسیار جدی برای اداره کردن یه همچی خونه ای دارند. حالا چه خبر است؟ دقیقا نمیتونم عرضم به حضورتون که خب سختی که زیاد بوده، من نمیخوام همه رو بگم. من تقریبا 2 سالی هست که با برنامه شما آشنا شدم و واقعا به همسرم همچنین میگفتم که آقای دکتر هولاکویی لطف بسیار بزرگی به من کردن و جهان بینی منو تغییر دادن. خیلی ممنونم دکتر ازتون و میخوام بگم که تو این سالها سختی های زیادی بوده همونطور که شما فرمودین، اما 2 تا موضوع اساسی بوده همیشه که من نتونستم اینا رو حل کنم. درگیری های بین در واقع همسرم و دخترم همیشه بوده، ولی اون چیزی که در واقع خیلی منو آزار میداد 2 تا موضوع بود. یکی این که همسر من بی نهایت اهمیت میده به دیگران، یعنی به شکل دیوانواری اگر ایشون با یه کسی دوست بشه، با یه خانواده یا با یه شخصی دوست بشه، همه خانواده رو فدا میکنه تا اون رابطه در واقع ادامه پیدا بکنه، هر چقدر اون رابطه آسیب بزنه به بچه ها، به من، به زندگی، به خانواده، اون کار خودشو خواهد کرد. موضوع دومم همینجا سبب بود. آیا این مربوط بیشتر به ایران بود یا از زمانی که اومدید کانادا، یا هر دو جا بود؟ هر دو جا بود. تو ایرانم بود، اینجا هم که شدیدترم شد. و مورد بعدی در واقع بددهنی ایشونه. ایشون بسیار بسیار از کلمات زشت و رکیک استفاده میکنه. حتی این کلمات رو در مورد دختر بزرگم خیلی به کار می برد. انقدر در واقع ایشون این کلمات رو به کار می برد که گاهن می شد دختر من حتی پستای اینستاگرامش رو که مثلا یه وقت پستی می زاشت با همون کلمات رکیک می زاشت و می گفت من اینم. و هر چقدر من تذکر می دادم وقتی که مثلا با بچه ها درگیر می شد، مادر اینها رو میکشید وسط، مثلا میگه مادر تو مثلا اینطوری بوده، یا با پسرمون، باز هم من رابطم با پسرم خیلی خوبه، یعنی پسر خوندم، باز با ایشون که مثلا درگیر میشد پدرشون میآورد وسط که پدر تو مثلا اینطوریه. بعد ایشون کلماتی که استفاده میکنه انقدر در واقع زشت و رکیکه که نمیتونم بگم و خون آدمو به جوش میاره. البته من متوجه هستم. ببینید عزیز، حالا یه 2 جنبه ای که حرف زشت و رکیک داره، اینی که مادام که من و شما میفهمیمش پس معلومه بلدیم، یعنی این مهمه. اگر یه حرفی بود که من نمیفهمیدم، بنابراین وقتی بچه ها یه کسی حرف زشتی میزنه و میفهمن داره چی میگه، موضوع رو یه جور دیگه میکنه. دوم، درست است که ممکنه همون واژه ها رو مثلا وقتی پدر و مادرن به کار ببرن و به خاطر اون به خودشون و ارتباطشون با دیگران آسیب بزنن، ولی اینکه شما اینقدر نسبت به این موضوع تا این حد که به گفته خودتون خونتون رو به جوش بیاره حساسید
یعنی مثل این مونه که فرض کنید در خانواده های امریکایی یا کانادایی برخی از وقت در یه مکالمه یک ساعته 50 دفعه ممکنه لغت اف بیاد، برای که اصلا مثبت و منفی هم نداره و درسته که بسیار بسیار زشت و بده، ولی اگر بخواید این رو نسبت بهش حساس باشید، هر گفتگویی با افرادی که این لغات رو اینگونه به کار میبرن برای شما تبدیل میشه به یک مسئله و معضل بزرگی که از عهده حلش بر نمیایید. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم اگر موضوع فقط همینه و بدآموزی مربوط به اونه، مادام که شما نمیگید، مادام که کسان دیگری نمیگند، چه اهمیتی داره؟ ولی این اصولا با تیپ همسرتون که اونگونه به دنبال جلب توجه و محبت دیگرانند و برای اون اینگونه که شما میگید تقلا میکنن، با اینگونه با یک جمله و لغت خود رو خراب کردن، مگر اینکه بگید فقط در محدوده بچه ها این حرف رو میزنن، این کلام یا این جملات در بیرون بسته دیگران از ایشون شنیده نمیشه، خیلی بزرگ و مهمش نکنید. بلکه شما از نظر من مجبورم عرض کنم اشتباهی بزرگی در این ازدواج کردید، یعنی اصلا توش تردید ندارم، یه بچه شما یه بچه اون با فاصله جنسشون هم متفاوت، بعدم بیاد تازه ازدواج کنید، تازه دو تا بچه بیارید، بعد باش مهاجرت کنید، یعنی همه اینا در حقیقت هیچ ثبات و قراری به این کشتی که به مقدار زیادی طوفان زده هست، حالا یه چند جاشم به هر حال آگاه و ناگاه خرابش کردید، یه مقداری مسئله آفرینه. آیا شما این موضوع رو اینقدر بیش از اندازه نمی کنید؟ اگر اصلا بگم ایشون این حرفا رو نزنن و شما یا شما این حساسیت ها رو نداشته باشید، آیا ما همچنان مشکل بزرگ دیگری داریم؟ بله، در واقع اون مسئله دوم هم خیلی بزرگه، یعنی به حدی که مثلا به طور مثال میگم اینجا با یه خانواده دوست شدن ایشون از 2017. ببینید آقای دکتر، این خانواده یعنی این آقا و خانم صبح می اومدن خونه ما تا ساعت مثلا تا بعد از ظهر، ناهار و شام هم میموندن، در هفته 6 روزم می اومدن و من هر چقدر به این خانم میگفتم که خانم این رابطه، در واقع اون آقا هم که می اومد کنار من میشست از کثافت کاریایی که مثلا تو ایران داشته تعریف میکرد، منم واقعا به قول شما میگفتم من مغزمو نمیخوام کثیف کنم، این آقا حرفایی که میزنه. خب مگر شما کار نداشتید از خونه برید بیرون و کار داشته باشید؟ من بیزینسم تو خونه است و در واقع بیشتر تو خونه کار میکنم، ولی اصلا ایشون میومد مختل میکرد همه چیز رو و وقتی من اعتراض میکردم خانمم منو تهدید میکرد که خب اگر بخوای اعتراض بکنی من زنگ میزنم به پلیس و تو رو از خونه بیرونت میکنم. برای چه به پلیس؟ به خاطر اینکه کسی زن و شوهری میان خونه شما؟ بله، میگفت من میتونم به پلیس زنگ بزنم و بگم که تو منو اذیت میکنی، در صورتی که مثلا من میگفتم خب چرا این رابطه، یعنی فکر میکنید پلیس کانادا در این حد هست که زن و شوهری همجوری حرف بزنن منو اذیت میکنی و دیگه بعدش در واقع ادامه پیدا کرد، پلیس هم اومد و پلیس هم حقو به ایشون نداد و در واقع دیگه اون ترسی که من داشتم از پلیس هم دیگه ریخت و آخه معنی نمیگه. و بعد از این که دیگه من تصمیم گرفتم رابطه‌مو با اون آقا قطع کنم، این آقا هرچی به من زنگ زد من جواب ندادم و در نهایت این رابطه هکم چرا مشخصا به اون آقا نمیگفتید که شما هیچ کسی صبح پا نمیشه بیاد و یه جایی باشه؟ بنابراین ما پرایوسی خودمون میخوایم، ما بنازه گفتید 4 تا بچه داریم که بعد ازشون مواظبت و مراقبت کنیم. بله متاسفانه من بارها به طور غیر مستقیم. چرا غیر مستقیم؟ که خب دلیلش این بود که در واقع یه خود از همسرم من میترسیدم، یه دلیل دیگه ای هم داشت که اون ترسی که داشتم از همسرم در واقع اون دلیل تشدید میکرد اینو و این بود که من مدتی بود که گمبل میکردم و همسرم نمیدونست و این باعث میشد که مثلا اگر که بخوام دامن بزنم به این اختلافا آخرش در واقع همسرم بفهمه و کار بالا بگیره. آخه نه، ماجرای قمار شما از چه طریق بود؟ یعنی چه بازی میکردی؟ روی این کامپیوتر بود؟ از طریق آنلاین بازی میکردم. خب آنلاین بازی میکردی؟ خب خب یا اونو ترکش میکردی یا اگر مبلغش مهم نبود چه اهمیتی داشت؟
خب متاسفانه همسرم با توجه به این چیزی که خدمتتون عرض کردم که هر وقت شروع میکرد به دعوا کردن و حرف زدن، بسیار بسیار اصلا یه وحشتی در وجود منه. یعنی من الان مدتی اصلا با ایشون حرف نمیزنم، ولی ایشون تو خونه راه میره مثلا به بچه‌م میگه که پدرتون دزده ها، حواستون باشه. حالا من بذارید پیام رو بشنویم، برگردیم صحبت رو با هم ادامه بدیم. من شنیده بودم یه واژه بدی، ولی من قرار نیست تو خونه از یه کسی اصلا همسرم بترسم. بذارید بقیم از که پیام ها بیاد. اصلا چه دلیلی موندنه تو این ازدواج و زندگیه؟ من ازتون یه سوال بکنم، شما 6 سال 7 سال با این خانم زندگی کردید تو ایران؟ نه من 14 آها بله تو ایران. چرا بچه دار شدی بعد از 6 سال؟ شما که اوضاع رو اینقدر بد میدیدی؟ ببینید به طور ناخواسته بود وقتی که ایشون باردار شدن. بخو ناخواسته چه؟ شما اگر مواظب و مراقب می بودید ناخواسته میشد نمیشد. ایشون من به ایشون گفتم که در واقع اگر میخوان که من حرفی ندارم که بچه رو نداشته باشیم بخوان مثلا بچه. من راجع به سختشون نمیگم، قصه سخت یه مسئله پیچیده ایه. عرض من اینه، شما 6 سال با یه همچین آدمی ازدواج کردی، برای شما ازدواج قبلی داشتید، یه دختر داشتید، ایشون هم پسر داشتن. اگر اینقدر بد و سخت و تلخ بوده و اینقدر شما از ایشون میترسیدید که اصلا لغت دیگه این ورش نرم، چرا ادامه دادید؟ میشه من بگید چرا در ایران ادامه دادید؟ واقعا فقط میتونم بگم که بعضی وقتا تصمیمای بسیار بسیار بدی گرفتم. آخه تصمیم ها بعضیم نه، ببینید من تصمیم رو در یه روز میگیرم، یه هفته میگیرم اشتباه، یه تصمیم که 2 سال 4 سال آدم باید بگیره. حالا اون موقع جدا نشدید، بچه هم اومد. خب شما فکر نکردید که بیاید اینجا؟ خیلی چیزا میتونه، عرض کردم با توجه به قواعد و قوانین، هم همسرتون هم بچه ها کار دستتون بده. خب حالا چقدر ایشون الان از این زندگی زناشویی راضی و خوشحاله؟ ایشون اصلا راضی خوشحال نیستن. ایشون در واقع اصلا میگم دوباره با یه خانواده دیگه دوست شدن. الان یه مدت 6 ماهی هست تو همسایگی ما یه خانواده دیگه رو پیدا کردن و اصلا کلن دیگه با اون خانواده انگاری زندگی میکنن. حالا اصلا چه اهمیت؟ خب شاید دوره برای شما نباشن بهتر. شما به من بفرمایید که چرا بذارید سالی چیزی بکنم. اگر 100 دلار درآمد شماست، چقدر درآمد ایشون، چقدر درآمد شماست؟ ببینید درآمد من مشخص نمیکنه چون بیزینسم اکسپورته. ممکنه مثلا من تو یه سال مثلا 200,000 دلار در بیارم و ایشون اصلا در واقع شاید ماهی مثلا 2,000-3,000 دلار در بیاره. به هر حال عدد داره. من خیلی راحت میتونم بگم شما 4 سال اومدید اینجا، یه عددی به من بگید تو این 4 سال درآمد شما چه؟ برای درآمد میشه متوسط گرفت یا اوریج کرد در آورد عزیز؟ بله الان خب توی این 4 سال نه نه ممکنه... مهم نه نه سب کنید. ممکنه من بفرمایید تو این 4 سالی که الان کانادا هستید اگر شما 100 دلار در آوردید ایشون چقدر در آورد؟ ایشون هم در واقع 50 دلار. اوکی بسیار خوب. حالا به من بگید که اگر یه همچین زندگی سخت تلخی دارید چرا جدا نمیشه؟ خب ایشون اقدام کرده. من بیشتر چون یه بار سابقه در واقع طلاق رو داشتم، برای بچه ها خیلی نگرانم. خب ایشون یه سری رفتارا و اخلاقای بدی داره که من میترسم که دوقلوها، در واقع بچه هایی که بزرگ شدن که مشکلی ندارن، الان حتی پسر بزرگمون هم تصمیم داره که با ما زندگی کنه، یعنی با من زندگی بکنه، حاضر نیستم. کتبن اشتباه بزرگیه. شما در حقیقت دارید یه راهی رو باز میکنید برای دردسرای بعدی. اصلا من شما رو اصلا نمیفهمم. یعنی الان متوجه میشم چرا میگن بچه چهارم از یه خانواده 5 نفر is a lost child. درست. یعنی خب من نمیتونم این پسر منو به عنوان پدرش میبینه. یعنی من نمیتونم که بهش بگم نه تو نمیتونی با من بیای. پسر یک کس دیگه است، مادرش یک کس دیگه است، شما به دلیل اینکه برای مدتی با شما بوده شده پسر شما، اونم پسر 18 ساله. به چه نیازی به شما داره؟ مگه بچه های 18 ساله از 5 سالگی داره با من زندگی میکنه؟ حالا نمیدونم در واقع درسته یا غلط. حالا اون که اگر بخواد انتخاب کنیم تو انتخاب بکنه. من از اینکه شما باز میخواید یه تنابی رو یه پلی رو باز بگذارید مسئله دارم.
خب حالا نگرانی، شما ازدواج کردید جدا شدید، معلومه ازدواج طلاق همیشه بده، همیشه بچه آسیب میزنه، ولی مشروط بر اینکه ما خودمون با ازدواج اشتباه نکنیم، بعدم ازدواج بد غلطی نکنیم که از پا در بیایم. شما میتونید توی یکی از این اشتباهاتی که میکنید بیفتید زندان، اون وقت چی؟ بله درست. وقت بعد ممکنه من بگید بر سر دوقلوهاتون و دخترتون چی میاد؟ بله دقیقا همینطوره ای دکتر، من به این موضوع فکر کردم. خب اگر همسرتون اینقدر ناراضی هستن نصب کنید، به ایشون بگید که بیا جدا بشیم. ایشون چقدر با جدایی موافقن؟ ایشون الان موافقن. اینطوری که نشون میده، اصلا من نمیدونستم ایشون تقاضای سپریشن داده بودن. بسیار خوب. من اصلا اطلاع نداشتم. شما برای جلوگیری از آسیب بیشتر صلاحتون اینه که جدا بشید، این گونه که شما توصیف میکنید. درسته. خب آخه آی دکتر، ایشون من تصور میکنم که اصلا، خب با توجه به اینکه شناختی که دارم، دقیقا کاری که ایشون میکنه اینه که بچه ها رو رها میکنه به حال خودشون یه جورایی. مثلا اگه با یه خانواده دوست شده بودن که بچه ها رو اصلا کلن رها کرده بودن و بچه ها خیلی خیلی پس رفت کردن تو اون 3 ماه، من نمیتونم جلوشو بگیرم، چون حق و حقوقی هم که دولت کانادا بهش میده به عنوان مادر دست و بال منو بسته، کاری نمیتونم بکنم. نه شما با یک کسی حرف میزنید مثلا میمنه، ببخشید من، شما اصلا دارید بازی در میرید و بهانه است. شما هیچ وقت تو عمرتون نتونستید واقع بینانه عمل کنید به مسئولان، بعدم جرأت روبرو شدن با ضرر و خطر رو داشته باشید. فقط میخواید کجدار و مریض بگذارید، بیشتر ناسیب به شما میزنه عزیز. همطور که زده تو ازدواج اول مطمئن همین بوده، دوم هم همین بوده، اردن بچه هم همین بوده، اومدن کانادا هم همینه. الان هم اگر همسرتون ترجیح میدن جدا بشید، چون شما نگرانتون است که بچه های من رو یا بچه هامون رو میبره به خانواده، من خانواده دیگه لولو هستن، مثل همون خانواده که گفتید یه زن و شوهری هستن، ای بسا 40 سال 50 سال عمرشونه، بچه دارن ندارن هرچه هست، ولی تو شرایطی که شما هستید شما چجوری میخواید با این ترس و لرز و نگرانی و خشم و ناراحتی زندگی کنید؟ شما اینجوری که برید که ای بسا به 50 سالگی میافتید، یا سکته میکنید یا میافتید زندان، برای که بالاخره این حالت پسیو و منفعل شما یه روزی تبدیل به انفجار میشه و اگرسیو، وقت کار دست خودتون میدید. اسم این که زندگی زناشویی نیست عزیز. بله آقای دکتر، من یه سوال مهمی دارم ازتون، میخوام بدونم که، چون وقتم خیلی کمه، میخوام بدونم که آیا بچه ها حتما من رو باید ببینن هر نه. هفته؟ نه اصلا. یا نه؟ نه نه، به خاطر داشتم فکر میکردم که اصلا شهرمو در واقع برم یه شهر دیگه که یه جای دیگه زندگی کنم. میخوام بدونم که آیا این آسیب میزنه به بچه ها اگه منو نبینن؟ عزیزم دختر 19 سالتون که نه، اون پسرم به شما مربوط نیست. هی میخواید مدعی بشید، این دوتا دختر هم شما رو میتونن ببینن، ولی اگر قرار باشه دیدارتون درش برای اونا لذت و شور و شوق و فایده نداشته باشه، دید و ندیدتون چه فرقی میکنه؟ بله شما چرا باز بخواید حالا یه جور دیگه بگریزی؟ اونجا موندنتون چه اشکالی داره؟ شما میمونید هفته یه روز دو روز هم بچه ها رو میبینید، بچه ها رو هم بذارید در اختیار با رفتنتون حل نمیشه. به خاطر این میگم که ایشون دوباره قصد اذیت و آزاری داشته باشه، بخواد از بچه ها دوباره استفاده بکنه. خودتون میدونید من وایس های شما رو خیلی گوش کردم. استفاده بکنه یعنی چی عزیزم؟ بعد از اینکه در واقع جدا میشن، همسرشون رو ترکشون میکنه، شروع میکنن به اینکه خب با یه کس دیگه ای رابطه داشته باشن. خب معلومه شما رو معلومه که نگرانتون از این حرفای بی خوده. شما معلومه که اصلا نگران، از اولم سر مسئله اون زن و شوهرها که اشاره کردید، من میدونستم گرفتاری شما چیه. گرفتاری شما نگرانیتون از این است که همسرتون بعد از جدایی شما با کسای دیگه میره. مثلا نمیدونم شما چرا فکر کنینشون اصلا همسر شما هست. بگونی که شما میگید من رو خط رادیو از دارم آقای دکتر. من میگم که ایشون در واقع میخواد از این ابزار استفاده بکنه که در آینده بخواد مثلا منو آزار بده، یعنی بیاد برای بچه ها مثلا بچه ها رو هی بیاره هر هفته بگه بچه ها رو برای تعریف بکنن برای من که کجا بوده چه کرده. شما اصلا نخواهید بچه شما من... خیلی ساده به بچه ها میگید من هیچی درباره مدتی که با مادرتون هستید نمیخوام بدونم. اوکی
بستن این موضوع که بچه هم خوشحال میشن. بچه هایی که از چیزایی که رنجشون میده اینه که از این خونه به اون خونه برن، این پدر یا اون مادر یه سوال بکنه کجا بودید، چی خوردید، نخوردید، میگن او برای که فکر کنن الان هر جمله اونا درست، غلط، خوب، بد تبدیل میشه به یک عامل جنگ. حرف شما این است که من مطلقا نمیخوام هیچی بدونم. بهانه نگیرید عزیز. اگر همسرتون میخوان جدا بشن، صلاح شما در جدا شدن، ولی نگران هستم که آسیبای بیشتری میبینید. جاتون هم عوض نکنید، همونجا بمونید. با قرار محدودی هم هست، حتی هفته یه دفعه بچه ها رو ببینید کافیه. خیلی هم عالی. بعد آی دکتر، در رابطه با اینکه ایشون مثلا حرفایی میزنه به بچه ها که پدرتون این چنین است و شما همیشه بگید من از اینا بدترم، مادرتون تازه لطف میکنن به من، اصلا دفاعی نکنید عزیز. یعنی آینده خرابتر از این. در واقع اینا رو عزیز من در آینده میگم، یعنی آخرش آینده وقتی دخترای شما رسن به سن 22 سالگی میفهمن خوبه بده کیه، بده کیه دیگه. ای براتون این مهمه که نیست برای من؟ نه خب اصلا. بله مهم نیست، درست. چه اهمیت داره که من شما رو چه جوری میدونم؟ میدونم اونم در مورد دختراتون هم. ولی اگر شما فکر میکنید دو تا دختر 22 ساله شما که تحصیلات دانشگاهی دارن تفاوت شما با مادرشون رو اینکه کی خوبه کی بده رو نمیفهمن، اون موقع معلومه که شما به هیچی باور ندارید. و چی نگرانید؟ شما خوب خودتون باشید، بذارید دیگران شما رو بد بد بدونن، اصلا دفاعی هم نکنید. درست میفرمایید. بنابراین لطفا با یک کسی مشورت کنید. امیدوارم واقع بینانه عمل کنید. ما همیشه طلاق بده، ولی برخی از اوقات زندگی که شما توصیف میکنید برای همه به نظر من خیلی خیلی بدتره. ولی انتخاب انتخاب شماست، مخصوصا وقتی همسرتون با این جدایی و طلاق موافق هستن. نقطه ضعف نشون ندید که من نمیخوام جدا بشم به خاطر بچه ها. برای مجبورم این حرفو بزنم، نزدیک 50 سال تو این کارم، من هنوز ندیدم که زن و شوهری به هم با مونده باشن به خاطر بچه ها. همیشه اون چهار تا دلیل اصلی است: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. به خاطر بچه ها نیست. بنابراین اصلا از این فکران بیاد بیرون، از این باکسی که خودتون درست کردید بیاد بیرون، از این که شما ازدواج دیگری داشتید یا دوباره طلاق گرفتی، از این حرفای پرت و پلا که بفرمایید. این اولا اون آدمایی که بشن راجع به شما از این حرفا بزنن، این مدار بدبخت بیمار بیچاره وامونده کمدان نادانی هستن که زندگیشون گشتن جو شما هستن. اونایی هم که درباره این ماجراها به عنوان یه خبر نگاه میکنن که آشنایی شما هستن، ولی خب جدا شدن. هر کسی هم که اون ترکیب شما رو از نظر بچه‌ها ببینه متوجه میشه که چقدر ازدواج اشتباه و غلطی بوده. و بنابراین به حال این غلط رو به دلیل جلوگیری از آسیبا، چون من نگران آسیبای سنگینتر و سختری هستم، برای که این اوضاع متاسفانه با گذشت زمان بله بدتر و بدتر بشه و کار دستتون بره. دقیقا این اتفاق داره میفته. بله آقای دکتر، درست میفته. بنابراین مواظب خودتون باشید و بچه هاتون خوش آشان باشید. خیلی متشکرم، خیلی لطف کردیم، ممنونم، خدا نگهدار.